به خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی ما عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی شما شاگردای عزیز و گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی ما و شما مضمون ریاضی رو میخونیم با هم خب فصل سوم فصل دوم و شما خلاص شد درس قبل درس قبل جلسه قبل درس دو، فصل دوم و شما خلاص شد اما فصل سوم فصل سوم و شما چی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی چی جلسه اول قبلی که ما درس شروع کنیم بگیم هندسه تحلیل چی است اول اصلا باید چی کنیم باید کارخانگی رو به ما روان میکردیم از چه طریق از طریق واتساب نمبر چند است دو صفر نشچ د اگر کدام سوالی دارید کدام پیشنهادی دارید کدام انتقادی دارید یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید سیست با ما چی کنید روان کنید سوالتون روان کنید با ما شریک سازید که همین سوال شما چی است خب شاگردای عزیز هندسه تحلیلی فصل سه ما و شماست در جلسه اول ما و شما می باشد اما هندسه تحلیلی چی است کمی برد مختصر تشریح می و بعد میرم سر تخته با تباشیر برد مثال می زنم. نه با اعداد برد مثال میزنم که چی است اما هندسه تحلیلی هندسه رو خب ما و شما می فهمیم هندسه یک زیر شاخه از ریاضیات است که چی داریم شکل داریم دیگه نه اشکال هندسی داریم دایره داریم مربع داریم خط داریم چه مستوی داریم صفحه داریم درست است گپار داریم نه اما هندسه تحلیلی چی است و ما شما الجبر رو خوب میخوایم. خواندیم دیگه کمی الجبر بفهمیم چی است الجبر چی است بخش از ریاضیات است که ما د او چی داریم متحول یا متغیر حروف انگلیسی داریم اعداد داریم گپار داریم نه معادله داریم د دا او صحیح آله هندسه تحلیلی دقیقاً بین همی چی میکنه؟ یک ارتباط برقرار میکنه؟ یعنی ما میتونیم به اشکال هندسی یک تا معادله یا الجبر برش نوشته کنیم و برعکس برای, برای فرموله یا معادلات هندسی یا توابع که باز بعدا میخوایم میتونیم یک تا شکل هندسی برش بکشیم این رابطه بین اینا را می کم با ما شما نشان میده چی رقم است یک تا دایره فرمولش چی هست؟ فرمول معادله چی میشه یک تا خط فیس ده هندسه خط ما میفهمیم خط بلدیم بکشیم دیگه نه؟ اما معادله خط چی میشه معادلش بر حسب ایکس وای نوشته میکنیم پس هندسه تحلیل دقیقاً چی است ارتباط بین هندسه و الجبر است به اون میگیم هندسه تحلیلی صحیح فهمید تا اینجا پس چی میشه دیگه نه پس درس ما و شما فصل ما و شما که شروع میشه هندسه تحلیلی امی گپایی که برات گفتم داخلش است پس چی است ارتباط بین هندسه اشکال هندسی و الجبر صحیح فهمید چرا شد دیگه نه پس میریم سر تخته و چی میکنیم ما برای تشریح میکنیم که اول از همه شاگرد عزیز و قبل که بریم سر تخته و باز دوباره دقت کنید ریاضیدانی که امی بحث هندسه تحلیلی را پیش کشید سیست کی است آقای رنه دیکارت سیست یک تا ریاضیدان فرانسویسته رنه دیکارت که ما هم سیستم کمیات وضعیه که ما شما خواندیم در سنف قبل خواندیم دیگه نه در سنف هشتم خواندیم چی است امی آقای رنه دیکارت امرو جور کرده نام خود برش مانده که خیلی از کتاب ها او رو چی میگه؟ دستگاه مختصات دیکارت هم بهش گفته میشه و سیستم کمیات وضعی خود ما که ما شما خاندیم. یا دستگاه مختصات دیکارت هر کدام رو فرقی نمی کنه پس ما اول میریم سر تخته دستگاه مختصات دیکارت رو برای تشریم میکنم یا ایگه آداغری برد که چه رقم است یا همون سیستم کمیات وضعی که ما شما خاندیم. و بعد چی میکنیم؟ و بعد درس خودش شروع میکنیم اما درس ما و شما چی است امروز چه عناوینی رو باید بخوانیم اهداف جلسه اول از فصل سوم صحیح؟ چی است فاصله بین دو نقطه ما روی دستگاه مختصات دیکارد یا همون سیستم کمیات وضعی خود ما یک تا نقطه رو ما میتونه مختصاتش نوشته کنیم ایکس چند است وایش چند است صحیح؟ ایکس به عنوان مثال 5 است وایش 2 است مثلا منفی 1 وایش است فیس ما میتونه مختصات همو نقطه نوشته کنیم خب آل بین دو نقطه فاصله چه خمشه؟ دو تا نقطه ما شما داریم فاصله بینش باید دریافت کنیم یک تا فرمول برد میگم با توجه به اون فرمول شما میتونید فاصله بین دو, دو تا نقطه را دریافت کنید فیس پس فاصله بین دو تا نقطه فرمول دارد فرمول برای سر تخته میگم و بعد از چی میخوانیم مختصات نقطه وسطی یک پاره یک قطعه یا پاره داشته باشیم سیس نقطه وسط مختصات همون وسط وسط ما میتونیم دریافت کنیم باز فرمول داریم سیس ما پاره یا قطه خط که داشته باشیم ابتدا و انتا یاد بگیم دو سر چون ابتدا انتها نمیشه گفت دیگه هر دو سر راست دیگه نه هر دو سر ما مختصات ار دو سر پاره اگر داشته باشیم نقطه وسط نظر به دو سر ما میتونیم پیدا کنیم فرمول چه باز برات میگم و مثالم کار میکنیم سیست؟ پس این دو عنوان ما شما امروز باید بخوانیم پس فاصله بین دو نقطه و مختصات نقطه وسطی یک قطه یا یک پاره البته سر تخته میریم و قبل از او ما چه میکنم و یک یاداوری میکنم که دخ... دستگاه مختصات دیکارت یا سیستم کمیات وضعیت چی است یک یاداوری برتان میکنم که یادتون بیایه صحیح خب شاگرد عزیز و گرامی با ما همراه باشید اول از چی ما چی رو یادآوری میکنیم دستگاه مختصات یا سیستم کمیات وضعیت پس دستگاه مختصات دیکارت یا گفتیم چی سیستم کمیات وضعیت که ما شما میخونیم خواندیم دیگه نه اما چی است دو تا محور عمود بر هم داریم دیگه نه دو تا محور عمود بر هم داریم صحیح؟ یا تا دیگه در سنف قبل خوندیم. محور افقی که ما و شما هست باید میگیم محور طول ها و با چه نشانش میتیم؟ با ایکس نشان میتیم این محور ها. محور چی هست؟ نامش محور طول و محور عمودی که ما و شما داریم بهش میگیم محور نامش چی هست؟ بگین شما آفرین محور ارزها و با چه نشانش میتیم؟ با وای نشانش میتیم. عرض ارزهیست محور ارزها با وای نشانش میتیم. پس محور x محور طول محور وای، محور عرض خب محور خو خب بفهمیم دیگه چی از این نقطه وسط که صفر است در اینجا میشه یک دو سه تا لای تنه ادامه دارد و این بر چی میشه منفی میشه منفی یک منفی دو منفی سه سه است پس نگشه میکنیم یک دو سه دی اینجا که صفر است اینجا میشه منفی یک منفی دو منفی سه تا منفی لای ادامه دارد و محور واقعا هم به شکل است دا بالا که میرم مثبت د پایین چه منفی یک دو سه چار یک دو سه تا لای میره و پایان اگر بیاییم یه منفی یک منفی دو منفی سه و در اینجا منفی یک است منفی دو است و منفی سه و تا منفی لای د پایان ادامه دارد سیست؟ خب آل شاگرده عزیز یا تو دیگه یک تا نقطه ما و شما اگر دهی صفحه در ده سیستم کمیات وضعیت داشته باشیم مختصات از اون میتونیم نوشته کنیم مختصات یعنی چی یعنی آدرس از او به عنوان مثال نگاه کنید این نقطه نقطه ما و شما نقطه نامش بگیریم ا. ای. مختصات این نقطه چی است یعنی که همین نقطه ایکس چند میشه و وایش چند میشه x از این نقطه چند است باید چی کنیم در روی محور x ببینیم چه عدد در قد میکنه عدد چند قط کده کرده بگیم محور x است دیگه سه آفرین پس نوشته میکنیم دقت کنید س پس x سه است یک تا کاما میمانیم یا و میمانیم س است و وای از چند میشه محور و وای ها رو باید قد کنیم از همین نقطه محور و وای قد کنیم در چند قد میکنه ده یک آفرین پس وای ما و شما چند میشه یک پس ایکسش میشه سه و وایش یک است یک نکته بسیار مهم شاگرده عزیزه گرامی دقت کنید عدد اول همیشه ایکس نشان میده عدد دوم همیشه وای پس اگر نوشته کنید یک و سه غلط هست دا. سه است سهیست پس فکرتان باشد همیشه اول ایکس نوشته میکنید و بعد وای نوشته میکنیم پس ایکس اول است وای دوم نوشته میشه سهیست داخل یک تا دا قوسه و چه خوردم میمانیم پس سه و یک سهیست فامده چرا دگانه؟ پس مختصات یعنی چی؟ مختصات یعنی آدرس آدرس همین نقطه چی کجاست؟ ایکس چند است؟ وایش چند است؟ ایکس است، است، وایش یک است. صحیح شد؟ پس چی شد؟ سه و 1. خوب، یک. خب، یک تا نقطه دیگه داشته باشیم به عنوان مثال. یک تا نقطه دیگه داشته باشیم به با این شکل به عنوان مثال باشد. این نقطه ما شما نقطه B. مختصات از بگین چی است؟ ایکس چند میشه؟ ایکس. در محور ایکس ها باید قطع کنیم نه؟ در محور ایکس اگر خط کنیم با معنی نشد با همین تواشی رو ببینیم میکنم محور ایکس نقطه ما شما نیستم در محور ایکس چند خط کرده در یک پس ایکس اش یک است و وای از چند میشه در محور وای باید خط کنیم در محور وای در محور وای بریم خط کنیم در چه خط کرده در منفی دو پس میشه یک و منفی دو صحیح فهم نشه رقم شد دیگه نه پس چی شد یک و منفی دو خب شاگردان عزیز و گرامی پس ما مختصات یک نقطه یادآوری برد کردیم که ما و شما امیر دستگاه مختصات دیکارد یا سیستم کمیات وضعیت داشته باشیم هر نقطه‌ای که به ما و شما بتا ما میتونیم مختصات از رو نوشته کنیم مختصات یعنی چی یعنی آدرس از او که یعنی ایکس چند است وای چند است خو ما و شما قبلا خواندیم دیگه نه پس اینو میتونیم نوشته کنیم حالا ما و شما چی داریم فاصله بین دو نقطه ما دو, دو, دو تا نقطه داریم فاصله بین ای و بی دو است سه هست، دو سانتی سه سانتی متر خم میشه پس یک تا فرمول رو نیاز داریم فاصله بین دو نقطه را ما میتونیم به شک بیایم بگیم شاگرد عزیز از ا تا بی از ا تا بی به هم وصل کنم یک تا قطع خط نشه یک تا پاره خط نشه یک تا پاره خط یا قطع خط بهش میگیم فرق نمی کنه خب فاصله ا تا بی یا میگیم طول همه پاره خط یا طول همه قطع خط یا میگیم فاصله ا تا چه خاص و اردوش یکی است چه با ما بگه فاصله A تا چه بگه که طول پاره خط AB یا بی ای فارغت فرق نمیکنه ابتدا این تا دیگه ای بی بی ای فرقه نمیکنه پس با ما بگه فاصله بین A تا بی رو دریافت کن یا بگه طول پاره خط ای بی رو دریافت کن اردوش یک معنا رو میده و فرمولش به این شکل است پس طول پاره خط ای بی یا فاصله ای بی به این شکل میشه ای بی بالا یک تا خط نشون میکنیم میگیم ای بی بار میخوانی میرسه ای بی بار خب فرمولش به این شکل میشه میشه جذر جذر کلا نوشته میکنیم و فرمولش به این شکل است که x2 منفی x1 کل مربع جمع y2 منفی y1 کل مربع این جدول تا آخر است اما x2 چی است x1 چی است y2 چی است y1 چی است شاگرد عزیز به این شکل است دقت کنید از این دو نقطه A و B فرق نمی کنه دل هر کنم که دلت شد مختصات از را X از ایره X1 می گیرم Y شو Y1 می گیرم را X2 Y2 سیست پس دل من نوشته می کنم اینجا X1 و وای 1 در اینجا چی میشه x2 و y2 فرق نمیکنه که من 12 رو x1 y1 بگیرم و رو x2 y2 بگیرم هیچ فرقی نمیکنه هر کدام دلت شد بگیر جوابش یکی میشه در آخر جوابش یکی میشه من به شک گرفتم تو در کتابچه خودت برعکس بگیر این x1 y1 میره اون x2 y2 بگیر تو هم حساب کو ببین همین میشه جواب شما یعنی خب پس چه کار می‌کنیم ترتیب خیلی فرمول ما رو انجام بدیم پس مساوی با جذر x2 چند است x ما و شما x ما شما یک است پس میشه یک این منفی دقت کنید یک یعنی منفی از خود فرمول هستا فکرتون میشه از خود فرمول باید. هستا x ما شما چند است x ما و شما سه است پس میشه یک منفی سه کل مربع جمع باز وای دو منفی وای یک وای دو ما شما چند میشه وای دو ما شما منفی دو است پس داخل قوس منفی دو منفی منفی باز از چی از خود فرمول است وای ما شما چند است؟ وای ما شما یک است. یک کل مربع است. باید بریم دریافت کنیم. اول داخل قوس انجام بدیم بعد مربع انجام بدیم. پس جواب ما شما چه میشه؟ مسایست با جذر تا آخر میکشیم. یک منفی سه یک علامه است. علامش مثبت است. سه علامه شی است منفی است. هم علامه است نه خیر. پس کم میشه. یک سر هم کم کن چند میشه؟ جوابش میشه دو. علامه عدد کلام پس, پس میشه منفی دو. پس میشه منفی دو مربع جمعه. منفی دو منفی یک اردش هم علامه است علامه اردش چیست؟ اشاره چیست؟ اردش منفی است پس باید با هم جمع شد یک و دو جمع شد چند نشه؟ سه علامه عدد کلانتر پس میشه منفی سه پس منفی سه مربع جواب چند نشه؟ مساویست با جزره منفی دو مربع مربع منفی خلاف میکنه دیگه نه پس میشه چهار جمع سه مربع چند منفی سه مربع باز مربع منفی خلاص میکنه سه مربع میشه چند نو چهار جمع نو سیست اول با جمع انجام بعد جزر بگیریم چهار جمع نو چند میشه سیزده پس مصمم است با جذر سیزده جذر زده تقریبا چند میشه جزر نو باشه سه میشه شانزه باشه چهار سه اشاریه حالا با ماشین حساب میتونه حساب کنی نه جذر سیزده که نیاز نیست حساب کنیم پس ما همون جذر سیزده میگیم که سه اشاریه حالا قیمت بعد هست دیگه سیس پس پس فاصله بین دو نقطه یا پا، پارخط طول پارخط خط که با ای بی بار نوشتن میکنه فرمولش این نیسته فکر ای فکرتون باشه فرمول چی است جذر کامل میگه جزر کلان میکشیم داخل جزر تحت جزر. x تو منفی x یک کل مربع جمع y دو منفی وای یک کل مربع سیس فکرتون باشه دا x تو رو باز با از x یک باید کم کنید y دو رو از y باید کم کنید بعضی از کتاب‌ها شاگرد عزیز دقت کنید میتونی نوشته کنه x1 منفی x2 x1 اول نوشته x2 رو دوم نوشته کنه اون فرق نمی‌کنه به شرطی که دوای هم به این شکل باشد y1 اول باشد y2 دو دوم باشد رئیس پس فکرتون باشد اگر شما در اینجا x2 رو اول نوشته کردی x1 دوم اینجا باید حتما y2 اول باشد y2 و y1 دوم باشد رئیس پس اگر x1 اول نوشته کردی در اینجا باید y1 اول نوشته شود پس فرق نمیکنه کدام هر کدام نوشته کرده فقط فکرتان باشد یعنی که اگه x دو منفی X1 است اینجا وای 2 منفی وای یک باشد فهمیدید چه شد دیگه نه و محاسبات انجام بدیم پس شاگرد عزیز و گرامی پس دستگاه مختصر دکارت تشریح کردیم و چی فاصله بین دو نقطه فرمولش یعنی فاصله بین نقطه A یا A و B یا گفتیم میتونیم بگیم طول پاره خط AB پس فاصله بین دو نقطه A و B یا طول پاره خط AB اردش یک معنا رو و فرمولش این نیست یک تا مثال برات کار کردیم سه اسم میگه چرا هم شد دیگه نه خب شاگردای عزیز پس چی شد فاصله بین دو نقطه میتونه قدر فرمول ما شما دریافت کنیم فاصله بین دو نقطه چند میشه سه خب شاگردای عزیز و گرامی پس فاصله بین دو نقطه رو ما و شما کار کردیم یک تا مثال هم کار کردیم و فهمیده چی رقم میشه فرمولش هم یاد ادامت دیگه نه یاد گرفته دیگه یادتون باشد پس من ارتگمار کنم پس فاصله بین دو نقطه رو خاندیم اما بحث بعدی ما و شما چی است مختصات نقطه وسطی یک قطعه خط یا یک پاره یعنی ما و شما یک پاره داشته باشیم اما پاره خط ای بی ما و شما دقیقا وسط اون پاره یک نقطه است دیگه اما مختصات اون نقطه چی میشه صحیح پس ما میرم تختر پاک میکنم و برد با یک تا مثال تشریح میکنم مختصات نقطه وسطی یک تا پاره ما ما شما اگر یک تا پاره داشته باشیم و او پارخط دقیقا نقطه وسط از او یک تا نقطه میشه دیگه وسط وسط اون سیست؟ مختصد از اون میخواییم دریافت کنیم پس ما یک شکل برد نکشم سیستم کمیات و ازیر به عنوان مثال ما شما داریم سیست؟ یک دو سه چار منفی یک منفی دو منفی سه یک دو نقطه ما و شما در اینجاست نقطه ما شما مختصات رو بگین چی هست چگرده عزیز؟ x شان میشه اول x باید بگین فکر کنم اول باید x بگین و بعد وای بگین x شما شما چند است x ما یک دو دو یا دو منفی دو منفی است. چون در سمت چپ است منفی است پس منفی دو و وای ما شما چند میشه وای وای دقت کنید وای در یک مثبت است دو بالاست پس میشه یک مثبت پس دو و منفی دو و یک نقطه B بی ما شما به شک باشد نقطه B ما شما در اینجا باشد به عنوان مثال این نقطه باشد نقطه B X ما بی ما شما چند است محور X را در چند قد کرده بگین یا در چند است یک دو سه پس چند است سه است سه است و وای از چند میشه وای از این وای از پیدا کنیم، در محور وای ایر با در محور وای ها در محور وای ها قطع کنیم در چند در منفی دو آفرین منفی یک منفی دو قد کده پس منفی دو صحیح؟ پس سه و منفی دو آله ما شما اگر بیم امی ای به هم وفت کنیم پار خط ای دریافت کنیم سایس پانی کمی کرد شد من پاک کنم دقیق تر بکشن. این پارخط ایبی ما و شما باشه پارخط یا قطه خط ایبی ما شما رسم کردیم همین نقطه دقیقا نقطه وسط می چند میشه نقطه وسط همین رو باید دریافت کنیم ببینیم چند میشه مختصا همین چند میشه وسط زیر ما شما اگر داشته باشیم تقریبا اینجا ها میشه نه سیست اینجا میشه تقریبا اینجا, اینجا هست که بان م کمی رو... کرد شده راستر بکشم تقریبا به این شکل میشه 5 این خوب است اینیست خب نقطه وسط ما و شما دقیقاً تقریبا اینجا ها میشه وسط ما و شما میشه این نقطه وسط با دیگر رنگ بکشم که دقیق اینی. نقطه وسط ما و شما تقریباً نه. خب همین نقطه رو نام چی میمانیم ام میمانیم ام از میدل وسط میای صحیح پس ام ما و شما وسط همین پارخط ای او بیست همین نقطه ما میتونیم چه کنیم مختصاتش دریافت کنیم پس ام چی است وسط پارخط ای بی صحیست؟ پس ام وسط پارخط ای بی است. خب یک نقطه است یک تا مختصات دارد یک ایکس دارد یک تا وای دارد, اکس دارد. صحیست؟ اکسش چلکم در راست میشه اکسش فرمولش به این شکل است کنید xش. اکس اکسش میشه اکس ای جمع اکس ای بی تقسیم به دو و وایش چی میشه؟ وایش میشه به این شکل میشه دقیق کنید عزیز میشه. وای ای جمع وای بی تقسیم به دو پس فرمولش نیست پس ام وسط پارخط ای بی فرمولش به شکل میشه ایکس داره ای وای دارد ایکسش میشه ایکس ای جمع ایکس ای بی تقسیم به دو و وایش میشه وای ای جمع وای بی تقسیم به دو ای بی چی است؟ ای بی دقیقا همین دو سر چی قطع خط ما و شماست پس ما امیر درافت میکنم الان امی ام در اینجا دریافت کنم پس چی میشه؟ پس به x از ای چند است؟ x منفی دو است. x بی چند است؟ x بی سه است. سه است؟ x سه است. پس ما چی میکنیم؟ میگیم که منفی دو جمع سه تقسیم به دو. سه است؟ و چند؟ منفی س دو x جمع x بی سه تقسیم به دو. و وایش چی میشه؟ وایش نباید بریم دریافت کنیم. وایش دریافت کنیم چی میشه؟ وای a. وای اے میشه چند؟ یک. وای b چند است؟ منفی دو. پس میشه یک جمع منفی دو تقسیم به دو صحیح؟ پس اینو دریافت میکنیم پس این مساوی است با خب چقدر از بگر دقت کنید منفی دو جمع سه چند میشه منفی دو سه هم علامه نیستن این منفی و مثبت پس اصلا کم باید باید شوه سه سه و دو کم شو یک میشه علامه عدد کلانتر پس میشه یک بر دو یک بر دو و خب در اینجا جمع کنید چی میشه یک جمع منفی دو باز دوباره هم, علام هم علامه نیستن کم میشه سیست اما علامه اعداد کلانتر ouais. پس میشه منفی یک بر دو پس مختصات نقطه وسطی ما شما چه میشه یک بر دو و منفی یک بر دو سیست یک بر دو و منفی یک بر دو پس آن ما و شما با کمی صافتر بکشم میره کمی کرد شده سیست که ما شما دقیق بفهمیم که این نقطه این ما شما کجا میشه تختر ما پاک کنم سهی تر پاک کنم دقت کنید شاگردای عزیز خب بار خط ما شما باند با دیگه رنگ بکشیم که خوب خوانده بشه این ای بود و اینی بی بود سیست یار در به هم دیگه وصل میکنم سیست این ای بی خب وسط هم چند میشه یک بر دو و منفی یک بر دو یک بر دو کجا ایکس ما و شما یک بر دو دقیقاً اینجا میشه این اینجا و وایش میشه وایش هم میشه منفی که بر دو پس اینجا یک بر دوسته به محور ایکس ها یک بر دو. و اینجا چی است در محور وای ها ده منفی بر دو است دقیقا چی است نقطه وسطی هم همین نقطه دقیقا وسط پارخط خط ای بی صحیح پس همین مختصات ما و شما ایکس بر دو میشه وایش منفی که بر دو در قسمت منفی است در پایین است دیگه پایین منفی بود بالا مثبت بود دیگه سمت راست مثبت سمت چپ منفی بود پس فرمول نقطه وسطی یک تا پاره چی میشه ایکس ای جمع ایکس بی تقسیم به دو و وای ای جمع وای بی تقسیم بر دو که ای و بی چی است ای و بی خودش چی است دو سر خط خط ما یا پاره خط ما شما صحیح یک تا مثال هم کار کردیم پس فهمید چی شد دیگه پس هم نقطه چی مختصات نقطه وسطی یک پاره پس عزیز دقت کنید ما شما این چی خواندیم؟ فاصله بین دو نقطه و مختصات نقطه وسطی پارخط، صحیح است؟ فرمول شنگاهاتون است دیگه، مف... وسط پارخط فرمولش نیست، X جمع X تقسیم بر دو و Y وای جمع Y وای تقسیم بر دو اما فاصله بین دو نقطه چی است؟ بود جذر X یک منفی X دو کل مربع، جمع وای یک منفی وای دو کل مربع گفتیم که اگر X یک مانده اول مانده، در Y باید یک اول یا میتونیم نوشته کنیم جذر x دو منفی x یک کل مربع جمع وای دو منفی وای یک کل مربع سه است این باید درفت کنیم شاگرد از یک نکته بسیار مهم میگم و درس خلاص دقت کنید ام چی است یک تا نقطه است ام پس باید جواب آخرش یک چی x داشته یک وای داشته باشد یک مختصات میشه ام یک تا نقطه است اما فاصله بین دو نقطه چی میشه یک عدد میشه فکرتون باشد فاصله بین دو نقطه باید یک عدد شود چون یک تا عدد است 12 13 جذر 15 جذر 13 یک تا عدد میشه اما امی که ما شما دریافتم ام چی افت نقطه وسطی مختصات است پس چی میشه یک ایکس دارد یک وای دارد فکرستون باشد چون بعد دیدم شاگردا غلط میکنه وقتی چی میکنه نقطه وسطی دریافت میکنه یک تا عدد در میکنه یک تا عدد معنا ندارد 13 پس چی است یک تا x باشه یک تا y باید باشد او که یک تا عدد میشه او چی است فاصله بین دو نقطه از هم یا طول پاره خط چی میشه او یک تا عدد میشه صحیح نه فهمید چی شد خب شاگرد عزیز و گرامی پس مختصات نقطه وسطی یک پاره ختم ما و شما فرمولش چه خواندیم و یک تا مثال کار کردیم پس من ایرم چیک مارک میکنم کار خانگی <موسیقی> <موسیقی> کارخانگی چی است تمرین های صفحه 58 و 60 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 -413. اگر کدام سوالی هم دارید میتونید با ما شریک بسازید خب شاگرد عزیز و گرامی پایان جلسه اول از فصل سوم ما شماست مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم